درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتون تقدیم میکنم. در این برنامه از جناب آقای دکتر اکبر تربت اصفهانی، استاد دانشگاه در لس آنجلس، استاد دانشگاه کالیفرنیا، تقاضا کردم که نسبت به پژوهش‌هایی که در این زمینه انتخابات اخیر انجام دادن تشریف بیارن و در این برنامه به ما یاری بدن. جناب دکتر تربت، تشریف دارین؟ بله، در خدمت هستم جناب آقای. درود بر جناب باری، بسیار سپاسگزار که دعوت بنده رو پذیرفتی در این برنامه شرکت کردی. درود بر شما که... و شنوندگان و بینندگان شما. بسیار متشکر. با اینکه نمایش انتخابات رئیس جمهور تقریبا تمام شده، ولی هنوز از دید میهن پرستان و آزادی خواهان موضوع تمام شده نیست. البته برداشت پاره ای از میهن پرستان این است که مردم با رأی 41 میلیون نفری به خارج نشینان هم یه پیامی دادن و این پیام این است که شما این که همه سازمان‌های اپوزیسیون اعلام کردید که انتخابات تحریم بشه، در واقع این رأی 41 میلیون نفر به شما یه پاسخ نداده شده، یه نوع رفراندوم در این زمینه بوده. البته همونطوری که میدانیم در تمام انتخابات در این 38 سال گذشته که از سوی اکثریت هم تقریبا همه دفعات تحریم شده بود، ولی دیدیم که عملا اون چرا که نظام مایل بود از صندوق‌های رأی بیرون آوردن. بنابراین استناد به آرای اعلام شده از طرف رژیم فقط خودفریبیه، ولی که ما می‌دونیم چنین چیز واقعیت نداره و اگر این مبارزان واقعا به این استدلال کردن اعتقاد دارن، بنابراین میگه نباید خودشون اپوزیسیون بنامن، در حالی که گفته شده که خب مردم ایران که 1 میلیون نفر رای دادن، بنابراین همسو با اونها باید گام بردار. من البته در هفته گذشته از نظر اطلاع جناب دکتر تربت عرض میکنم که در مورد این انتخابات مهندسی شده یک کمی صحبت کردم. الان دو مرتبه یادآوری میکنم که این اعداد که بگیم 21 میلیون 41 میلیون 50 میلیون، اینا فقط عدد هستن و هیچ گونه بار سیاسی ندارن، برای اینکه این مثل کشورهای آزاد نیست که مردم واقعا آزادی و دموکراسی وجود داشته باشه و آزادانه رای داده باشه. خب حالا پرسش من از جناب علی، جناب دکتر تربت، این است که این تبلیغات برای جا اندازی روحانی که مورد نظر آمریکا، همطور که در دوره گذشته قبلی 4 سال پیش هم ایشون انتخاب شد و اون موقع مورد نظر آمریکا بود، الان هم در این انتخابات هم این مورد نظر آمریکا بود. میخوام ببینم این نقش تبلیغات چگونه بود که تونسته این آقای روحانی رو با این سابقه ای که خب همه از اون آگاه هستی، من اگرم فرصتی شد در پایان برنامه به معرفی بیشترشون میپردازم آگاهی دارن، چگونه شده که ایشون انتخاب شده؟ این تبلیغات چه اثری داشته برای این کار؟ بله، شاید این تبلیغات توسط اتاق‌های فکری یا همان اندیشکده‌های غرب و در امریکا مخصوصا طرح شده بود که تبلیغات زیادی در مورد انتخابات ایران بشه و لابیگران و سازمان‌های لابیگری مثل نایاک، مثل پراجکت ایران، اینها همه در این طرح تبلیغات نقش داشتند و دو نفر رو به عنوان حمایت از کاندیدای اصلی داخل این انتخابات کردند که یکی همان آقای اسحاق جهانگیری بود و دیگری آقای قالیباف، و کاملا مهندسی شده بود که دو نفر آخون نهایتا کاندیدا باشند و
البته دو نفر هم به عنوان نخودی به این چهار نفر اضافه شدن و بنابراین نهایتاً کاندیدای اصلی دو آخوند بود که اینها هم پشت پرده با غرب و مخصوصاً با امریکا توافق کرده بودن که رئیس جمهور آینده هر کس خواهد بود باید دوباره آخوند باشه و خواستن که یعنی ارتجاع داخلی خواست که یک آخوندی که طرفدار رهبر باشه و طرفدار اصولگرایان باشه با آقای حسن روحانی رقابت کنه و این خب نهایتاً شد رقابت دو آخوند و به این انتخابات منجر شد. بله، عرض کنم که شما فرمودید که این رقابت دو آخوند، آیا شما فکر میکنید که اصولا رقابتی وجود داشت اینجا؟ رقابت تا حدی وجود داشته به خاطر اینکه ببینید این دو آخوند، یک آخوند از طرف ارتجاع داخلی حمایت میشده و یک آخوند هم از طرف امپریالیست غرب و امریکا، و این رقابت بین ارتجاع داخلی و امپریالیست غرب به صورت یک نمایش انتخاباتی در اومد که شما همطور که استثار دارید شامل سه مناظره شد و در این مناظره ها هر کس مأموریتی داشت و از خارج از کشور به اینا یاد داده شده بود که یک نفر باید از کاندیدای اصلی در مناظرات حمایت کنه. این بود که آقای قالیباف نقش حمایت از آقای رئیسی رو به عهده گرفت و آقای اسحاق جهانگیری نقش حمایت از حسن روحانی. و خب قالیباف در این سه مناظره فساد درون حکومت آقای روحانی رو برملا کرد و نقش خودش رو به خوبی انجام داد و بعدن هم همونطور که برنامه ریزی شده بود از قبل کنار رفت. بعدن و همینطور آقای اسحاق جهانگیری مأموریتش این بود که تمام فساد و ناکارآمدی های حکومت روحانی رو رفو کنه. سو به عنوان رفوگر حکومت یعنی دولت آقای روحانی ایشون نقش خوبی بازی کرد و بعدن هم رفت کنار و اصلا ایشون زیادم آمادگی برای این مناظره انتخاباتی نداشت. دیدید که شما در تلویزیون سوال اصلی که از ایشون پرسیده شد، ایشون یک نوشته ای رو در آورد و از روی نوشته کاملا اونو خوند، یعنی در حقیقت هیچ نظری از خودش نداشت. آنچه که به او گفته بودن روی اون کاغذ نوشته شده بود و ایشون تکرار کرد و خب پشت پرده موافقت هایی شده بود که دو نفر نخودی هم به اینا اضافه بشه که مردم رو سرگرم کنه، که همون آقای مصطفی میرسلیم و آقای مصطفی ارشد هاشمی تبا. بله، عرض کنم که در مورد این افشاگری هایی که این کاندیداها در مورد هم کردن، اگر یک جامعه دموکراسی وجود داشت هر کدوم از این افشاگری ها می توانست این کاندیداها رو به دادگستری تحویل بده. برای تقریبا تمام مطالبی که گفتی شد و مستندم بود، حاکی از این بود که اینا در حق ملت ایران به چگونه جنایت کردن و جفا کردن. حالا پرسش دوم بنده این است که همطور که ضمنی اشاره فرمودید، در این انتخابات مهندسی شده مردم حق داشتن از بین 80 میلیون نفر جمعیت ایران، تقریبا 80 میلیون، تنها بین دوتا آخوند که هر دوشون جانی هستن، آخوند جانی هستن، از عقب مانده ترین قشرهای اجتماعی هستن، که یکیش خودشون گفتن جلاد و دیگری رو شیاد. جلاد منظور آقای رئیسی و شیاد هم که واقعا اسم واقعی آقای
روحانی یکی رو انتخاب کنن، بعدم بیان با کمال وقاحت یا رشادت بیان با بوق و کرنا اعلام کنن که 41 میلیون نفر در دنیا شرکت کردن و آقای خامنه‌ای هم به آرزوش برسه که اینو به دنیا به عنوان مشروعیت رژیم قالب بکنه. حالا با توجه به اینکه این کارگردان استبدادی مطلقه رژیم، این ولی فقیه و رهبری که خودش رو منصوب کرده به عنوان رهبر مسلمین جهان و این ابزار دستش روحانی منتخب آمریکا، آیا تصور نمی‌فرمایید که حکومت دو تا آخوند بر مردم فرهیخته و توانا و هوشمند ایران، یکی سید علی روضه‌خوان مستبد و جانی و چایی بیار در منزل آیت الله سبزواری در مشهد، ایشون مدت‌ها در مشهد در جوار منزل آیت الله سبزواری اونجا در مراسم یا قرائت قرآن یا هر مراسمی چایی می‌برد و ضمن من در یکی از برنامه‌ام اشاره کردم که اون کسانی که می‌رفتن در حوزه و می‌خواستن لباس عوض کنن، در گوشه اتاق آقای سبزواری ایشون جمعی کسانی بود که اونجا لونگ می‌گرفت که اینا که می‌خوان لباس جدید بپوشن بیان اون پشت بایستن. حالا یکیشون اینه، این دو نفر حاکمه بر ایران، و یکی دیگرش هم یه دروغزن قرد و جانی واقعی و گرگ بنفش در لباس میش، دکتر قلابی فریدون سرخه‌ای مرقب به حسن روحانی. آیا فکر نمی کنید حکومت این دو آخوند بر این مردم فرهیخته و توانا و هوشمند ایران یه توهین تاریخی به شعور ملت پر افتخار ایران باشه؟ خب مسلماً توهینه. ببینید امپراتوری بزرگ ایران که در یک زمانی بزرگترین امپراتوری جهان بوده، الان به صورتی در اومده که یه تیکه باقی موندهش به وسیله دو آخوند اداره میشه، یک آخوند که رهبر باشه و یک آخوند که رئیس جمهوره. و در این انتخابات اینا میخواستن بگن که این رژیم حمایت مردمی داره و تبلیغات کردن و یه تعدادی از خبرنگارهای خارجی رو آوردن تو این مساجد و مراکز رأی‌گیری و گفتن که خب ببینید مردم دارن به ما رأی میدن. ولی خب مردم از ترس رفتن پای صندوق‌های رأی، و ترسشون از دو چیز بود. یکی این که آقای رئیسی که از گروه اصولگرا هستش و از گروهی که بیشتر ارتجاییه، از اون ترسیدن و اومدن به ترجیح دادن که به آقای روحانی بیشتر رأی دادن. خب بیشتر مردم به آقای روحانی رأی دادن به خاطر اینکه خب ایشون یه مش قولهای تو خالی داد دوباره و امام فریبی و مردم هم دیدن که اگه رأی ندن، اگه کاملا بویکات کنن، خب آقای رئیسی از توی صندوق رأی‌گیری در میاد، چون خب طرفدار رهبر که خب یه مقداری بنیادها هستن، یه مقداری بسیج و سپاه و اینا هستن، همه میرن به آقای رئیسی رأی میدن. به خاطر این مردم رفتن رأی دادن و ترجیح دادن بویکات نکنن. و از این موقعیت این آقای خامنه‌ای استفاده کرد و گفت این رژیم مشروعیت داره، برای اینکه اومدن بهش به ما رأی دادن. البته خب همطور که گفته شد این قبلا برنامه ریزی شده بود و میخواستن که به جهانیان نشون بدن که ما انتخابات آزاد داریم، در صورتی که این انتخابات به هیچ گونه آزاد نبود. 6 نفر رو از قبل خودشون انتخاب کرده بودن و بقیه هم هر کس که رأی داد، هر کس که نام نویسی کرده بود اونا رو اصلا نگاه نکردن. 6 نفری بود که قبلا برنامه ریزی شده بود. ببینید شما در کجای دنیا
معاون رئیس جمهور با خود رئیس جمهور میره رقابت میکنه. یعنی اصلا معنی نداره. خب معلومه که این برنامه ریزی شده بود که ایشون بره کنار و این همینطور هم شد. آقای قالیباف هم که خب دو دفعه شکست خورده بود، دلیلی نبود دوباره بیاد. خب ماموریتش این بود که بیاد از آقای رئیسی حمایت کنه و بخواد فساد دولت روحانی رو افشا کنه تا حدی. این جریان رقابت دو آخوند بود و خب مردم البته میدونن که سزاوار این حکومت نیستن، ولی زیر فشار استبداد مجبور شدن که به این کار دست بزنن که بویکات نکنن و برن رأی بدن به کسی رأی بدهن که بتونه تا یه حدی مقابل رهبر بیسته. ببینید در این انتخابات خب آقای خامنه‌ای چون که مردم اومدن پای صندوق‌های رأی، ایشون برنده شد در این مورد. ولی در قسمت دوم مقصود ایشون که روحانی، ببینید روحانی با اختلاف زیادی انتخاب شد و چون دوره دوم ایشون هست ممکنه که ایشون خب قدرت بیشتری داشته باشه در مقابل رهبر، و رهبر همیشه میخواسته که رئیس جمهور رو کنترل کنه، از چند رئیس جمهور پیش گرفته تا الان. و اگر که آقای روحانی بخواد از دستورات رهبر اطاعت نکنه، خب همون شعار یا گفته ایشون که آتش به اختیار در سر ایشون هست و اگر از دستورات رهبر اطاعت نکنه، ایشون خب سپاه هست، بسیج هست و اختیارم به آنها داده شده که آتش به اختیار. بله جناب دکتر تربت، این استدلال هم‌میهنان ما که البته همه جام شایع هست و جنابالی به خوبی بیان فرمودید، در صورتی درسته که واقعا رئیس جمهور باشه، یعنی کاری باشه تو مملکت. رئیس جمهوری که هر لحظه همین آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه قادر بدون هیچ گونه دلیلی حکم عقدش رو صادر بکنه، بنابراین چه رئیس جمهوریه، چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ من نمیخوام نتیجه‌گیری کنم که فرقی نمی کرد که آقای روحانی انتخاب بشه یا رئیسی، بلکه این برنامه جزء قسمتی از تبلیغاتی بود که آمریکا با وسایلی که در اختیار داره در داخل ایران اعمال کرد که بله ایها الناس بشتابید به روحانی رأی بدید، در صورتی که اگر آقای رئیسی هم انتخاب می شد درسته که از اون جانی تره، ولی فرقی در ماهیت قضیه نمی کرد. تمام این رؤسای جمهوری که در این مدت انتخاب شدن کدومشون فاقد دارای اراده بودن که از خودشون بتونن برنامه ریزی کنن؟ مردم ایران که رفتن پای صندوق رای دادن با آقای روحانی، برای خودشون جواب این سوال رو داشتن که این آقای روحانی که با اون کلید کذاییش 4 سال پیش اومد و حداقل اون موقع 18 تا مشکل وجود داشت، کدوم یکی از مشکلات رو سر کنه؟ من نتیجه‌گیری میخوام بکنم که چه آقای رئیسی انتخاب میشه، چه آقای روحانی، چه حتی قالیباف، چه اون آقای جهانگیری، آقای تبار، فرقی برای سرنوشت مملکت و ملت ایران نداشت. این فقط در اثر تبلیغات بود که اینجوری به مردم وانمود کردن که بعد شما اگر روحانی انتخاب نکنید اله میشه بریم، هیچ سر تقصیل نمیدن، آب از آب وارون تکون نخواهد خورد. چه آقای رئیسی انتخاب میشد، چه آقای روحانی، چه قالیباف، چه آقای تباب و آقای جنگ، فرق نمی کنید در این قضیه. بنابراین حالا من نمیخوام این بحث رو طولانیش بکنم، برای من سوال سوم خدمتتون مطرح میکنم. آیا به نظر شما این نتایج اغراق‌آمیز این انتخابات، حالا منهای اون که آقای خامنه‌ای به آرزوش رسید و اون که عده زیادی رو پای صندوق آورد که بتواند مثلا مشروعیت خودش و رژیمش رو به دنیا اعلام بکنه، آیا این درسته یا درست نیست؟ کما این که ایشون بعضی موقعا دیگه خیلی بی‌پرده تر صحبت میکنه، اخیرا حالا به این موضوع من ارتباط نداره زیاد، ولی نشانگر طرز تفکره
که گفته که اینا که میگن ما تغییر به اصطلاح روش بدیم، تغییر روش ما یعنی تغییر نظام و ما دنبال کار نیستیم. ایشون هم خودش میدونه که اگر یک کسی بیا صاحب اختیار باشه، یا آقای ولی فقیه اگر واقعا یه رئیس جمهوری واقعی باشه، دیگه نمیتونه اونچنان به صورت مستبد عمل بکنه. میخواستم الان شما نظرتون راجع به این اعدادی که اعلام شده بفرمایید. ولی اعداد همینطور که خودتونم حدس میزنین اغراق‌آمیزه و جمعیت رای دهندگان که اعلام شده نسبت به مکانهای رای گیری خیلی زیاده، بنابراین نمیتونسته این همه رای دهنده در این مدت زمانی یک روز در این حوزه های رای گیری رای بدن هم. و این انتقاد کاملا وارد بود، در صورتی که میدونید خود رژیم هم اومد جواب بوی همین انتقاد شد، گفت خب توضیحاتی داده شد که نمیدونم اواخر وقت دیگه شناسنامه ها رو مجبور شدن نبینن در یک تعداد از حوزه ها و معلوم بود که این اشکال وجود داره و خواستن این اشکال رو رفو کنن به یه صورتی. و خب تعداد رای دهندگان زیاد بود به خاطر که یه دهی که خب کارمندای دولتن یا توی بسیجن بنیادها هستن، اینها ترس داشتن که اگر رای ندهن اون مهر مربوطه توی شناسنامهشون نخواهد بود و احتمالاً در کارهای آیندهشون موثره که کار داشته باشن نداشته باشن. و خب مردم عادی هم از ترس اینکه رئیسی انتخاب بشه اومدن به روحانی رای دادن و خب 23 میلیون رای که اعلام شده، حالا گذشته از اینکه ارقام درست ممکنه نباشه، 23 میلیون در مقابل 15 میلیون رئیسی، خب اختلاف زیاده. و این الان باعث شده که آقای خامنه‌ای یه مقداری از روحانی حساب ببره. همطوری که فرمودین رئیس جمهورها همیشه تحت کنترل رهبر بودن و دوره اول آقای روحانی هم همینطور بود. حالا دوره دوم به چه صورت خواهد بود نمیتونه به صورت دوره اول باشه، چون اگه بود ایشون آتش به اختیار نمیداد. معلومه که روحانی یه مقداری داره شعارهای عوام فریبی میده، نمیدونم ورود بانوان به ورزشگاه ها، نمیدونم پوشش خانوم ها، اینها مطرح شده که ایشون بیاد از این جور اقدامات بکنه و که در حقیقت در وضع معیشت ایرانی مردم هیچ تأثیری نداره. اینها همه شعار عوام فریبه. و خب خامنه‌ای هم میبینه که یه مقداری ایشون قدرت گرفته و میترسه که احتمالاً ایشون بتونه یه اقداماتی بکنه بر ضد رهبر، بر ضد خود آقای خامنه‌ای. اینه که دستور آتش به اختیار داد و روحانی هم اکنون یه مقداری جا زده از این از ترس. بله بسیار متشکر. البته دل بستن به آقای روحانی، خب اینم در اثر تبلیغات این تلقین به ملت ایران شده. حالا با توجه به مطالبی که فرمودید و عرضی که بنده عرض کردم خدمتون و با پاسخها و گفتگویی که با هم کردیم، به طور کلی شما این انتخابات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بله خب صرف نظر از اون ارقام و تعداد رای دهندگان این هایی که اعلام شده، ما میتونیم بگیم که در این انتخابات مردم نفرت خودشون از ارتجاع نشون دادن و روحانی که یه مقدار شعار عوام فریبی داده بود، با وجود سیاست های مفتزه اقتصادی که واقعا در تاریخ جمهوری اسلامی بدترین بوده که منجر به ورشکستگی کارخانه های عظیم صنعتی ایران شد، چندین کارخانه بزرگ ایران که
لندمارک صنعت ایران بود ورشکست شدن. شما ببینید کارخانه ارج، آزمایش، روغن نباتی قو، تمام این کارخانه ها ورشکست شدن. با وجود این خب دلایل انتخاب آقای روحانی میتونه چند چیز باشه. یکی اینکه خب غرب همونطور که فرمودین، مثلا امریکا حمایت از ایشون کرد و خب اروپایی هم قراردادهای کلون زیادی با این دولت روحانی بستند و براشون استفاده داره که همین قراردادها تمدید بشه. و همچنین هم رئیس جمهورهای قبلی، آقای خاتمی از آقای روحانی پشتیبانی کرد و آقای احمدی نژاد برعکس ایشون از رئیسی حمایت نکرد و رئیسی میدونید که تعدادی از همکاران آقای احمدی نژاد در کمپین انتخاباتی خودش، در کارزار انتخاباتی خودش به کار گرفت و با این وجود تعدادی از پشتیبانان آقای احمدی نژاد به ایشون رأی ندادن. و فاکتور دیگری هم بود که قبل از اینکه انتخابات شروع بشه یک سری از افراد مشهور مثل هنرپیشه ها، مثل مقام های دولتی پیشین یا دیگران که در نظر مردم احترام دارن تا حدی، اینها رو روی توی تلویزیون آوردن یا اینکه توی شبکه‌های اجتماعی نشون دادن و اینها گفتن که ما به روحانی رأی خواهیم داد. و خب در شبکه‌های اجتماعی طیف مخصوصا اصلاح طلب خیلی شبکه‌های اجتماعی رو مورد استفاده قرار میدن. شبکه اجتماعی تلگرام هستش یا شبکه های دیگر، اینها پیام هایی فرستادن به هم دیگر که روحانی چی کرده و اگه به روحانی رأی ندید این طور میشه و بد میشه. و از این نظر بیشتر افرادی که از گروه اصلاح طلب و عامه مردم بودن ترجیح دادن که از ترس اینکه رئیسی انتخاب بشه به روحانی رأی بدن. بله بسیار سپاسگزارم. البته این بحث میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه. بنده بی‌نهایت از حضور جناب‌عالی در این برنامه سپاسگزار هستم. خدمتتون بدرود عرض می‌کنم. از بینندگان محترمم تقاضا دارم اگر نسبت به بیانات جناب دکتر تربت پیشنهادی، نظری مثبت یا منفی دارن به این تلفنی که همیشه اعلام میشه 650-619-7623 زنگ بزنن، پیام بزنن. جناب دکتر تربت بسیار بسیار سپاسگزار از تشریف فرماییتون. من خدمتتون بدرود عرض می‌کنم. من هم سپاسگزارم و بدرود میگم به شما و بینندگان شما. یکی دو نکته کوچیکی میخوام خدمتتون عرض بکنم که البته ممکنه خیلی هم مستقیم به این برنامه ارتباط نداشته باشه، ولی نشانگر این است که ماهیت جمهوری اسلامی و این نوع رهبر چگونه است. خامنه‌ای روش دیپلماسی رو به کلی کنار گذاشته و عنوان کرده که رهبران آمریکا یه چاوکشان بی تجربه هستند. البته بعد به محض اینکه فهمیدن که این بسیار عمل زشتی بوده از روی سایتشون برداشتن، ولی خب بالاخره اون اثرش رو داشت و ادامه داده که این آمریکا، رهبران آمریکا به هر جا که برسن یه نیشی میزنن و نمیفهمن چی کار میکنن تا وقت یه تو دهنشون بخوره. یعنی ما برنامه داریم که تو دهنشون بخوره. ولی از اون مهمتر مسئله این بیانیه مجلس خبرگان رهبریه و همینطور بیانات آقای علم الهدا و عرض کنم که مکارم شیرازی که راجی به اون دوتا من جداگانه صحبت خواهم کرد. بیانیه مجلس خبرگان که خیلی اهمیت ویژه داره در واقع یه پاسخی است به کسانی که خوشباور بودن در داخل ایران که این آقای روحانی که اگر بیاد ایشون ها را چون میتونه در مقابل خامنه ای ایستادگی کنه، که پاسخ این بیان هم آقای دکتر تربت فرمودن که
ایشون هم مجبور شده فرمان آتش به اختیار بده. ولی اون چه که مجلس خبرگان رهبری عنوان کرده و آب پاکی رو دست همه مردم ریخته به این ترتیبی، رأی و نظر مردم منشأ مشروعیت حکومت اسلامی نیست. یعنی رأی مردم این 41 میلیون و یا همه 80 میلیون و یا 10 میلیون اصلا منشأ مشروعیت نیست. بنابراین دموکراسی های امروزی که میخوان الگو بگیرن از کشورهای غربی، در این بیانیه گفته شده که درست هم میگن البته، که این مغایر مبانی دینی اسلامه، که من در این زمینه قبلا توضیح دادم، حالا بقیه بیانیه رو من میخونم خدمت بینندگان. گفته شده که بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آراء مردم با مبانی دینی متعارض و ناسازگار است. درستم میگویند وقتی که ولی فقیه از جانب اصطلاح خداوند منصوب شده از طرق مختلف و قائم مقام امام عصره در غیبت امام دوازدهم، بنابراین مردم حقی ندارن در این زمینه اظهار نظر بکنن. و در جامعه اسلامی هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی متوقف بر خواست و نظر مردم نیست. کاملا هم درست گفتن، بلکه باید گفت ولایت روح اسلام است. یعنی به این ترتیب که درست هم گفتن آب پاکی رو دست همه ملت ایران ریخته شده که شما هیچ کاری و ما در حسن هر کاری میتونیم انجام بدیم. موضوع دیگری که البته خیلی مهم نیست ولی ذکر ضروریه، این پرتاب شیش موشکی است که جمهوری اسلامی به پایگاه داعش شریک کرده، هرچند که اسرائیل مدعی شده که از این شیشتا فقط یکیش به هدف خورده، ولی ضمناً هدفهای جمهوری اسلامی رو تقریبا تأمین کرده. هدف جمهوری اسلامی چی بوده؟ یکی این که جمهوری اسلامی مثل زمان جنگ با عراق که خودشو در مقابل نارضایی مردم در حال سقوط می‌دید، الانم خواسته پیامی بفرسته به ارباب اصلی داعش مثلا آمریکا که ما آماده جنگیم. یعنی خودشو آماده می‌کنه برای جنگ. و جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در حال حاضر جنگ رو به گفته خمینی نعمت می‌دونه و میدونن که اگر جنگی رخ بده مردم ایران با روحیه ناسیونالیستی ملی‌گرایی که دارن در مقابل دشمن پشت حکومت میستن و این مطالبات خودشونو هر چقدر هم زیاد باشه، از جمله این مطالبات مالی که اخیراً مطرح شده، اینا رو لااقل برای مدت قابل توجهی مسکوت میذارن. ولی باید توجه داشته باشه جمهوری اسلامی حتما متوجه هستن که شرایط امروز با شرایط زمان جنگ عراق به کلی متفاوته. برای اینکه در صورت بروز جنگ حتما کشور تجزیه خواهد شد. تو برنامه‌ای که کشورهای غربی دارن و سالها پیش در این زمینه برنامه‌ریزی کردن، در صورت بروز جنگ خوزستان و آذربایجان و کردستان و بلوچستان از ایران جدا خواهد شد. امیدوار هستیم که چنین روزی اتفاق نیفته و تجزیه صورت نگیره. ولی چون جمهوری اسلامی تمام مقابله با این جلوگیری از این تجزیه چند جبهه رو نداره، بنابراین همونطور که در دو سه برنامه پیش من درس کردم، این برای بقای خودش به حکومت چند استان مرکزی قناعت خواهد و تسلیم خواهد شد. هدف دوم از این کار اخطار به اسرائیل و عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی بوده که این کشورهای عربی رو آمریکا به تعبیری به صورت ناتوی عربی در مقابل جمهوری اسلامی علم کرد. اما از همه مهمتر هدف سومش ناامن نشون دادن منطقه برای سرمایه‌داری،
که چون همیشه سرمایه در جای امن میخواد مستقر بشه، ولو این که به خود جمهوری اسلامی بیشترین ضرر خواهد خورد برای عدم ادامه برجام، ولی به این هدفش که عرض کنم که ایجاد ناامنی در منطقه هست دامن خواهد زد. از که حالا برگردیم به یکی از اون بحث‌های اصلیمون و اون ادامه صحبتی که من در جلسه گذشته داشتم در مورد دیدار شاهزاده رضا پهلوی با سناتور مکین و برت شرمن و استیو کینگ نمایندگان کنگره آمریکا، که سناتور مکین در واقع بیشتر مورد توجه صحبت من هست. این است که شاهزاده رضا پهلوی از ایشون سوال کردن که مردم ایران میخوان بدانن آمریکا چه کمکی میتواند به مردم ایران بکنه. البته این آقای مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح اصطناعی آمریکا ضمن تاکید بر لزوم تغییر نظام در ایران، ایشون گفتن که زمان آن رسیده که مردم ایران یک جامعه آزاد باز و دموکراسی عملی را تجربه کنند. رژیم ایران خطرناک است و زمان آن رسیده که مردم ایران یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان را دارند، یک جامعه باز و یک دموکراسی عملی داشته باشند. در جای دیگر گفتن که مردم ایران تحصیل کرده هستند، باسواد هستند و آزادی می‌خوان. بنابراین پیام ما این است که کمک در راه است. ولی ما الان یه حکومت، یه دولت جدید داریم، هرچند که اقدامات دولت جدید غیر قابل پیشبینیه، ولی متاسفانه در دولت قبل قابل پیشبینی بود. و خلاصه این که در اون دولت، منظور دولت اوباما، برای دموکراسی و آزادی ایستادگی نکرد. همونطور در جلسه گذاشتم و درس کردم، آقای وزیر خارجه آمریکا هم ضمناً اعلام کرده سیاست جدید آمریکا در قبال ایران شامل تغییر نظام می شود که با تکیه بر عناصر داخل ایران به منظور انتقال قدرت صلح‌آمیز آن دولت پیش خواهد رفت. اینجا باید توجه داشته باشیم که اینجا گفته شده انتقال دولت و نه انتقال حکومت یا رژیم. البته این اظهار نظر سریع وزیر خارجه که موجب خرسندی همه میهن‌پرستان ایرانی و شادی مردم ایران شده، از نظر دیپلماسی و حقوق بین‌المللی و مشروع سازمان متحد که یک عضو سازمان عضو دیگری رو تهدید به اصلا که براندازی بکنه سوال انگیزه، کما این که این به طور که گفته شده جمهوری اسلامی در این زمینه شکایتی شد در سازمان متحد مطرح کرد. عرض کنم که این دیدار شاهزاده با مکین به خصوص بازتاب‌های مختلف داشته که در همه رسانه‌ها کم و بیش صحبت شده. البته بعضیا، تعداد البته خیلی کمی هم، به دیدار شاهزاده خورده گرفته. حالا بنده میخوام این قضیه یک کمی بیشتر تجزیه تحلیل بکنم و اینو از زبان مکین مطالبی که واقعیت داره بنده به عنوان بیانات ایشون در پاسخ به شاهزاده رضا پهلوی مطرح بکنم. این در مورد 11 بند اینجا من تهیه کردم به عنوان پاسخ به شاهزاده از سوی آقای مکین، که من مجبورم به بخشی، به قسمتی از اونا رو از روی نوشته بخونم. عرض کنم که پاسخ آقای مکین این است که شاهزاده گرامی، با تقدیس از هدف شما که انتقال نظر مردم ایران به مردم آمریکاست، من میخوام به شما چند پاسخ صریح بدم. صرف نظر از این بیانات دیپلماسی و به قول معروف لیپ سرویس که من به اینجا صحبت کردم، ولی باید به واقعیت نگاه بکنیم. پاسخ من این است که اولا یا یکم، اگر قرار بود که رژیم جمهوری اسلامی برود، ما از ابتدا خلقش نمی کردیم. تغییر نظام مشروطه پادشاهی سالها پیش در دستور کار ما، منظور آمریکا و جهان غرب بود،
و به ویژه همین کشورهایی که به عنوان پنجی به اضافه یک شناخته میشن. بنابراین این چیز تازه این نبوده که انجام بشه. اگر در از سالها پیش قرار بود که نظام مشروطه پادشاهی در ایران از بین بره و به جای یک نظام مذهبی جایگزین بشه، البته این موضوع از طرق مختلف از سالهای پیش به پادشاه فقید ایران پدر شما گفته می شد، از طرق مختلف از جمله این که آقای کسینجر که یکی از دوستان پادشاه فقید بود اینجا و اونجا پیام های فرستاد، ولی چون به این تذکرات وقتی گذاشته نشد، زمانی که رهبری اوپک کشورهای صادرکننده نفت به ایران و به شخص پادشاه محول شد، حالا با چه ترتیبی خب اون خودش داستان جداگانه‌ایه، همه کشورهای عضو اوپک از این افزایش قیمت نفت به صورت سرسام‌آور بهره گرفتن، ولی هیچ کدومشون مخاطب بین‌المللی نبودن و دستگاه‌های تبلیغاتی همین آمریکا، این آقای داره مکین مثلا میگه به شاهزاده، همین دستگاه تبلیغاتی آمریکا طوری وانمود کردن که نشان بدن. در اخبار روز اون اومده بود که یک زن سالخورده‌ای که در زیر شیروانی شهر یکی از ساختمان‌های شهر شیکاگو زندگی می‌کرده در اثر سرما خشک شده و مرده، و اینو رسانه‌ها با بوق و کرنا اینو درست منتقل کردن به اینکه پادشاه ایران مسئول این کار. البته اینو با مهارت کامل از نظر تبلیغاتی انجام داده و وزیر خزانه داری رو اون موقع ما یعنی آمریکا وادار کردیم که بیشترین حتاکی‌ها رو به پادشاه بگه. البته باید توجه داشته باشین قسمت سوم اینه که این سقوط رژیم گذشته، رژیم پادشاهی و پایداری جمهوری اسلامی تنها به زمان کارتر که پایگزار این کار بود ارتباط نداشت، بلکه تمام رؤسای جمهور از اون به بعد مثل ریگان و بوش و پسر و پدرم وقتی که سردمدار امور شدند متوجه شدن که اون چه که میخوان نمیتوانن انجام بدن، و بنابراین در اون خط برنامه سیاسی که از پیش برای همشون تعیین شده در اون خط برگام بردارن. حالا اونهایی که و اون پشتیبانی از جمهوری اسلامی و یک حکومت مذهبی در ایران، حالا اونهایی که با این کار از نظر عقیدتی خودشون هم همراه بودن مثل آقای کارتر، آقای کلینتون و آقای اوباما، خب بیشتر از اون چه لازم بود پشتیبانی کردن. بند چهارم پاسخ من مکین به شما شاهزاده گرامی این است که به خلاف اون اصل که گفته میشه هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، که این یک اصل کاملا غیر اخلاقیه، در راستای این جهت ما از هیچ عمل غیر اخلاقی فروگذار نکردیم و نخواهیم کرد، که بهترین نمونه موقعی که منافع ما باید تامین بشه، ما دنبال منافع ایران و بقیه کشورها نیستیم. ما اگر ما میهم پرست هستیم، ما باید دنبال منافع خودمون و آمریکا باشه، بنو غیر اخلاقی. بنابراین بهترین نمونه شو ما میتونیم در دولت اوباما ببینیم که علاوه بر این مذاکرات پنهانی و از پیش برنامه‌ریزی شده با وقاحت کامل از رژیم پشتیبانی کردن، و موقعی که رژیم جمهوری اسلامی در زمان آقای اوباما به مرحله سقوط رسیده بود و مردم بیش از چند میلیون در خیابان ها اومدن، ما بلافاصله عابد و زاهد و مسلمان ها شدیم و گفتیم که ما در کار بقیه کشورها دخالت نمی کنیم و ما فقط داریم نظاره میکنیم، در حالی که همه شاهد بودیم در زمان بوش صدام حسین رو اعدام کردن، در که واقعا یکی از ماموران سیایی بود، دستورات سیایی رو اجرا میکرد، و همینطور قذافی رو که تمام هر چی آمریکا گفته بود قبول کرده بود، تمام تاثیرات اتمیش رو حتی به صورت رایگان در اختیار آمریکا گذاشته بود. دیدیم که به چه طرز فجیعی اونم
به قتل رسید. شاهزاده گرامی، اگر قرار بود رژیم جمهوری اسلامی برود، وقتی شما به عنوان ولیعهد طبق قانون مشروطیت ایران سوگند پادشاهی خوردی، با موقعیت ممتازی که در اون موقع بین مردم ایران داشتید، ما از شما پشتیبانی میکردیم. چون به حرف ما گوش نکردید، مجبور شدیم در کنار شما مهره هایی را بگماریم تا خود شما ابتدا با بیان خودتون از عنوان پادشاه صرف نظر بکنید، به شب و به شهریار ایران قناعت کنید، بعد اعلام کنید که اصلا ادعای پادشاهی ندارید و خودتون شاهزاده رضا پهلوی بنامید، و بعد در قدم بعد متاسفانه خودتون شهروند اعلام کردین و بعدم شدین رضا پهلوی، و در رسانه‌های همگانی دیدیم که حتی به شما رضا و رضا جون خطاب کرد. با اعلام طرح هنری پرش که در اون موقع مسئول میز ایران در وزارت خارجه بود، شما رو مجبور کردیم که اگر میخواهید در آمریکا زندگی کنید، نباید فعالیت سیاسی برای آزادی ایران داشته باشید. شما رو سرگردان کردیم و مجبور شدید فعالیت خودتون رو به اروپا منتقل کنید. ما ترتیبی دادیم و هنوزم به قوت خودش باقیه که هر ایرانی وطن پرستی، هر ایرانی میهن پرستی، و شما هرگاه به رویه ناسیونالیستی داشته باشیم، میهن پرستی داشته باشیم، ما این کلمه ناسیونالیست یه تابوی سیاسی کردیم و هر کس این عنوان کنه، بلافاصله با دستگاه‌های تبلیغاتی که در دانشگاه هم دادیم، کتاب نوشتیم، مقاله نوشتن، به دستور ما، به دستور سیایه، به دستور حکومت، اینو ازش یه تابو ساختیم و هر کس کلمه ناسیونالیست میهن پرستی رو به کار ببره، بلافاصله بر بیادیم به رژیم هیتلریست و نازیست. در صورت یه چنین چیزی خلاف عقل و انصاف و عدل و داده. خیلی از کسانی حتی در خود همین آمریکا ممکنه میهن پرست باشن، ناسیونالیست باشن. این دلیل بر نیست که کسی ادعای ناسیونالیستی و وطن پرستی و خاکش دوست داشته باشه، رژیمش اعتقاد به هیتلریست و نازیست داشته باشه. بعد اینکه مردم بهشون مشتبه نشه که دموکراسی و حاکمیت ملی در راه، از امثال علم الهدا و مکارم شیرازی که در اختیار ارباب ما یعنی انگلستان، حالا ممکنه این کلمه خیلی سنگین باشه و بد، ولی عملا اینطوره، از اینها خواستیم که آب پاکی رو دست ملت ایران بریزن و اعلام کنن، کما این که به وسیله مجلس خبرگان اعلام کردن. دموکراسی مخالف مذهب شیعه است. از این چی سریع‌تر بگویند دیگه؟ در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی کنن. بنابراین حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، ما در طول این سالهای گذشته از خیلی پیش به خصوص اخیراً بهانه دخالت در کشور را قرار دادیم، در حالی که در همین آمریکا حقوق بشر نقض میشه و دموکراسی و آزادی طبق قانون اساسی خطی داریم. من توصیه‌ام به جناب عالی شاهزاده عزیز این است که همونطوری که خودتون هم بارها اشاره کردیم، فقط و فقط و فقط متکی به ملت ایران باشیم و بنابراین باید ترتیب بدین که مردم ایران یک قیام سراسری انجام بدن به خلاف میل ما. اگر ما ببینیم که واقعا مردم خواستشون یک جنبش ملی همگانی هست، ما اون موقع اگر تشخیص بدیم منافعمون در پشتیبانی از اون جنبش هست، از اون جنبش پشتیبانی معنوی خواهیم کرد. از ما توقع پشتیبانی مادی نداشته باشیم، که البته شما چنین توقعی ندارید، ولی تنها راه عبارت است از قیام سراسری مردم ایران برای نجات ایران. بسیار سپاسگزار بینندگان عزیز، چون وقت من تمام هست، من خدمتون بدرود عرض میکنم و قبل از اون باز تقاضا میکنم که اگر نظری دارید به تلفن 650 619 7023 لطف بفرمایید پیامتون بذارید.
آینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم،